سلام به شما بینندگان محترم آراس نیوز. با برنامه 13 و با بخش اول آن با موضوع مدرنیته و نقش امر سیاسی در مبارزات ملی آذربایجان در خدمت شما عزیزان هستیم. آنچه تاکنون در برنامه‌های 12 چشمانداز دیرنیش که متصدی تبیین بنیان‌های معرفتی و پایه‌های تئوریک تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان است گفته شد، برابندی از تحول تمدنی و دگردیسی‌های ذهنی و عینی است که در سیر مدنیت و فرهنگ انسان‌ها به وقوع پیوست و برهه نوین از شرایط همه‌جانبه زیستی را فراهم آورد. از این واقعیت تعبیر به مدرنیته و تمدن مدرن می شود. اینک در برنامه حاضر و برنامه آتی به توضیح مدرنیته و تبیین مؤلفه های اصلی آن می پردازیم. پیشا پیش یادآور می شویم درک و دریافت تحول تمدنی در زندگی انسانی بنیاد اندیشه و کنش سیاسی در حرکت ملی آذربایجان از محوری ترین مفاهیم و مصادیقی به شمار می روند که تشکیلات ملی آذربایجان دیرنیش آن را در اصول و اهداف ملی گرایانه خود به صورت تاکتیک و استراتژی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در معرض آگاهی عمومی گذاشته است. حال در آشنایی با تمدن مدرن اشاره می شود، از نظر فقه اللغه، مدرنیته تبار به لفظ لاتینی مدرنوس می برد که از قید مدو مشتق شده است. بنابر این تعریف، اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی با گسترش روابط تجاری و سیاسی، فرهنگ جدیدی نیز اخلاق، اعتقادات و اندیشه های پیشین را به چالش گرفت و تمدن های دیگر را با مشکلات عینی و پرسش های جدی مواجه ساخت. در زیست جهان سنتی آدمی از یک انرژی متافیزیکی پدید آمده بود و بلا اختیار در فرایند سرنوشت به اصلیت اولیه خود باز می‌گشت و جهان در حلقه بسته از پیش تعریف و تعیین شده بود که در آن هر چیزی در جای ثابت و ازلی خود قرار داشت و بر آن مبنا یک قانون دائمی و فراکیهانی بر روابط، اخلاقیات، سنن و دیگر موارد در جامعه مقدر و هرمی شکل که در رأس آن شخص خدایگان قرار گرفته بود و پایه‌های برآمده از اصول متافیزیکی اسطوره‌ای در میان رعیت مستقر بود جریان داشت. نظام معیشتی بر اساس مبادلات ابتدایی و پایاپای برقرار بود و آدمیان با باورهایشان از همدیگر متمایز می شدند. تقسیم کار برآمده از جایگاه اقتدار از پیش تعیین شده بود که حاکم بر بنده، مرد بر زن، پدر بر خانواده و ارباب بر رعیت اعمال می کردند. رنسانس که یکی از پایه‌های شکل‌گیری مدرنیته به شمار می‌رود، در پروسه ترقی و پیشرفت از اوایل قرن 16 تا استحکام آن در ایده‌های روشنگری قرن 18، تمامی لایه‌های سنتی هنر و فرهنگ را فرو ریخت و آرام آرام و مرحله به مرحله به جای آنها با تکیه بر کشف حق طبیعی انسان‌ها که در گسترش تجربی و علمی آن خود آدمی نیز محصول یک اتفاق زیستی و بیولوژیکی بود، فرهنگی را جایگزین ساخت که در آن خرد ناب با مشاهده و تصرف در طبیعت از دنیای بسته به جهان باز گذر کرده و در مقابل اساطیر و متافیزیک به علم تجربی، خردورزی و تاریخ روی آورد. در حقیقت نهادهای متافیزیکی در مدرنیته از اقتدار پیشین خود کنار گذاشته شد و آدمی با دریافت شخصی به عوالم معنوی و تسکین دهنده دست یافت و معنویت را که در جهان باستان و سنتی برآمدی از طبیعت و متافیزیک بود، در توجه به بدن و زیباسازی جسم اختراع کرد. با استقرار اولیه فرهنگ مدرن، نظام سیاسی بر اساس قرارداد اجتماعی که آدمیان با سپری کردن دوره طبیعی و چشم‌پوشی در بخشی از حقوق خود در دوران اجتماعی و مدنی میان خود پدیدار ساخته بودند، به رابطه دولت ملت تبدیل شد و قدرت با جداسازی قوای حکومتی و دخالت عنصر مردمی و حوزه همگانی از استبداد فردی به نظام‌های دموکراتیک پارلمانی و مشروطه تغییر نمود. روابط دیپلماتیک که سیاست را توأم با فرهنگ و اقتصاد جهانی کرده بود، هم اقتصاد را مبتنی بر صنعت و توسعه تجارت مالیه گردانید و هم بر تجارت سنتی در کشورهای غیر اروپایی تأثیرات بنیادی گذاشت. نهادهای نوین اقتصادی چون بانک، کارخانه و سیطره تکنولوژی شرایط معیشتی و ساده گذشته را با رشد و گسترش خود در سرزمین‌های شرقی از جمله ممالک محروسه دوران قاجاریه به دگرگونی کشاند و فرایند مدرنیزاسیون را در تمامیت آن به ارمغان آورد.
بنابراین مدرنیته به مقطع تاریخی گفته می شود که به دنبال یک سری جریانات اجتماعی سیاسی و تحول در آموخته های فکری فرهنگی انسان غربی از اواخر قرن 16 یعنی رنسانس هنری علمی تا قرن 18 یعنی عصر روشنگری خردگرایی چهره جهان را دگرگون کرد و برهه نوین در تاریخ انسانها را تمدن بشری به وجود آورد. ماکس وبر معتقد است هر کس که در تمدن جدید اروپایی پرورش یافته و به مطالعه مسائل تاریخ جهان اشتغال داشته باشد، ناگزیر و به حق با این سوال روبرو می شود. پیدایش آن پدیده‌های از تمدن را که در غرب و فقط در غرب خط سیر تکاملی با اهمیت و اعتباری جهان شمول لااقل به زعم ما طی کرده اند، باید به کدام ترکیب از موقعیت‌ها نسبت داد؟ بی تردید مهمترین شاخص‌های عصر مدرن را در ظهور علمگرایی، خردباوری انضمامی، فردگرایی، انقلاب صنعتی، جنبش اصلاح دینی، پدیده‌های سیستم سیاسی دموکراتیک و در توابع عینی و اجتماعی آنها می‌توان به نظاره نشست. با گسترش انگاره‌های مدرن، مفاهیم دیگری نیز به ادبیات افزوده شدند که هر کدام ناظر به مرحله و بیانگر جلوه‌ای از عصر نوین به شمار می‌روند. در این میان سه مفهوم خردباوری، فردانیت و دموکراسی از محوری‌ترین مفاهیم تمدن و فرهنگ مدرن هستند و بیش از اصطلاحات دیگر کاربرد و مصداق داشتند. در واقع در نگاه به گذشته تاریخی، برخورد میان مغرب زمین و جهان غیر مغربی عظیمترین پدیده حرکت مدنیت در 500 سال اخیر تاریخ بشر است. شگفت است، اما حقیقت است که کوچکترین قطعه کره ارض که خود تا سال 1683 در معرض تهدید و یورش قوم دشت قبچاق خلف سایر اقوام کوچنشین آسیای مرکزی بود، به قدرت فراگیری دست یافت که هیچ نقطه‌ای نتوانست از نفوذ و استیلای مادی و معنوی آن در امان بماند. حرکتی که به سرنوشت کل اقوام جامعه بشری از ملل متمدن کهنسال گرفته تا توایف بادیه نشین و جنگلیان وحشی تأثیر ژرف داشته است. مغرب زمین همه جا متعدی و معترض بود و همه جا پیروزمند. خصلت کیفی تمدن غربی بود که بدان ماهیت جهان شمول بخشید. خمیرمایه تمدن مغرب را قدرت نظامیش نمی ساخت. قدرت نظامی از متفرعات آن بود. تمدن جدید را علم و دانش و صنعت همراه فلسفه انسانی و بنیادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خاص آن پدید آورد. معیارهای آن همان اندازه نگرش آدمی را نسبت به کل جهان هستی منقلب کرد که بر نیروی انگیزش آن قوت و بر حرکت آن شتاب بخشید. نیرو و شتابی که همانندش را به اطلاق هیچ یک از تمدن‌های گذشته تاریخ بشر نداشته است. عزیزان، همکنون به پایان این قسمت از سری برنامه‌های چشم‌انداز دیرنیش رسیدیم و همه شما را به ایزد منان می‌سپارم.